اون مرد که دیگه پدر بزرگ شده بود متوجه شد که زحمات او بی ثمر نبوده و این کوچولوها هم مثل بقیه بچه ها میتونن دنیا را با امید و شادمانی نگاه کنند. خلاصه این پدر بزرگ ما با خوشحالی و رضایت سالهای سال زندگی کرد و وقتی که دیگه خیلی پیر و خسته شده بود خداحافظی کرد و خواست که راهش ادامه داده بشه. خیلی به ما میگن که آقا باید راهش رو ادامه بدی. یه مقدار ما فکر کردیم که واقعا راه او چی بود، چون من فکر نکنم که باید من باشم یا برادر من باشه یا مادر من باشه که باید راه اون رو ادامه بدیم. من فکر کنم تمام کسایی که اونو میشناختن، تمام کسایی که او بهشون دست زده و به قلبشون رسیده، من فکر کنم همه اونها باید سعی کنن راهش رو ادامه بدن. پس این سوال خیلی مهمی هستش و اگر من قرار باشه بگم، میگم که چندین مورد هست که اگر آدم ها انجام بدند راه او رو ادامه خواهند داد. یکی راست گفتن هستش، یکی با خرد کار رو انجام دادن هستش، سازندگی او بود، همش میخواست هر چی یاد میگره فوری اعمال میکرد. الان پروژه آخرش که مزرعه بود، اقلا 30 تا کتاب داره راجع به مزرعه و درخت کاشتن و میوه کاشتن و غیره، و واقعا اونا رو اپلای میکرد، استفاده میکرد اونا رو. اینجا هم دفترشون بود، سیستم بادگیرای یزد رو اینجا اعمال بکنن که دیگه متاسفانه وقت نکردن. و آخرین پروژه پدر من بود این بود که داشت روی شهرسازی خود مزرعه کار میکرد، یه مقداری حالت دهکده سالی که تو ایران داشتن رو میخواست اینجا پیاده بکنه و میخواست نسبتاً خونهای با مرغوبیت بالا و زمینهای نسبتاً بزرگ رو، تیکهای نسبتاً بزرگ رو با خونهای با مرغوبیت بالا رو درست بکنه. یکی دیگه از پروژه های پدر من که واقعاً من فکر کنم در قلبش بود، اون دهکده ساحلی در ایران بود که دهکده ساحلی هم من یادم میاد اولین دفعه که این زمین رو خریده بود وسط هیچ جا، من و برادرم رو برد اونجا. من 6 سالم بود، برادرم 5 سال، که خوب یادم میاد یه زمینی بود خالی خیلی وسیع، اول 40 هکتار زمین خریده بود، بعد 100 هکتار هم بهش اضافه کردن، یعنی نهایتاً شده بود 140 هکتار. که ما روزی که اونجا رفتیم به زمین خالی، دورورش هیچ شهری و دهی و چیزی نبود و تا چشم کار میکرد آشغال و حلبی، که من یادم میاد من و برادرم اون روز کیف دنیا رو داشتیم، چون هی دنبال مارمولک ها زیر این حلبی ها بودیم. و واقعا در فاصله 10 سال اون قطع زمین بر و بیابون رو تبدیل کرد به یکی از شهرک های ساحلی، شاید بگم بهترین شهرک های ساحلی در ایران. میدونم اون پروژه واقعا در قلبش بود، برای اینکه پروژه بود که تو ایران بود و او واقعا عشق می‌ورزید به ایران و واقعا می‌خواست خدمت کنه به کشورش. یک باشگاه ورزشی هم با اینجا شروع کردیم حدود 10 سال پیش، که دوباره پدر من واقعا خیلی در موفقیت و کار اساسی داشت، که الان اون باشگاه 2 تا باشگاه شده، اسمش رو گذاشتیم زاگرس. و آتیش هم به این دلیل بود که آتیش نماینگر انرژی و پیوریفیکیشن هستش. دلیلی که موفق شد من فکر کنم دوباره روی مرغوبیت بود. پدر من از چیزی خیلی بدش میومد خرافات بود. در اونجا دور این دریاچه ساخته بود، هر روز راه میرفت و 13 بار راه میرفت. چون 13 رو ناشگون و بد میدونن یه شماره مروشه، بدونه که به کسی بگه یعنی مخواست رد کنم، همچنان چون 13 دور میزن. اگر از من بپرسی مذهب، میگم بهت که نه، ولی فلسفه زرتشت رو او واقعا بهش اعتقاد داشت. همیشه صحبتی رو که راجع به گات ها میکرد این بود که گات ها
آدم رو به خوشحالی تشویق میکنه و آدم رو به استفاده از فکر و خردش تشویق میکنه. خوشبختانه یکی از بهترین سورپریز ها واسه ما همین مادر من بود بعد از فوت پدرم، چون که معلوم شد که بدون شک او قوی ترین فرد فامیل ما هستش. من فکرم این چیزی که همین مادرها دارند، فکر میکنم، ولی به هر حال مادر من داره، فکر میکنم که مادرها عادت میدونند که باید یک موقعی که یک اتفاق سختی میفته باید بالاتر از بقیه باشن و باید بتونن که خودشون نمونه باشه و بقیه و اون بقیه رو زیر بال خودشون بگیرن. واقعا وقتی ما مادرمون رو اونقدر محکم دیدیم بعد از اینکه پدر من فوت کرد، واسه همه ماها قوت قلب خیلی زیادی بود. قوی نباشم که غرق شدم. غرق میشم دیگه توی زندگی، تنها شدم دیگه اینا. ولی الان باید خودم رو نگه دارم و بچه های خوب دارم و واقعا حیفه که خودم هم غرق میشم. باید سر پا بایستم. خوشحالم که دو تا پسر خوب دارم، یادگاری از ایشون دارم. واقعا خودش میدونست که چقدر ما دوستش داریم. I end with a quote from a friend about him. A golden heart stopped beating. Hard-working hands laid to rest. من اون فیلمو ندیدم، نه اون شعر رو نخوندم، این بابا رو نمیشناسم، هیچ وقت عمر نبودم. من همینم که هستم، یه آدم معمولی. خوبی و بدی های زندگی رو تجربه میکرد، همش متحرک بود، همش میخواست یه کاری بکنه. آشکارگو بود و پنهانیار، خیلی پاک، خیلی ساده، خیلی راحت بود. هیچ وقت دروغ نمیگفت. همیشه آدم در سطح خودش احساسش میکرد. همیشه هستش، با من هستش. این بود قصه یک مرد خوب و آزاد و شجاع که روزی روزگاری از یک سرزمین خیلی قدیمی و دوردست به شهر ما رسیده بود و برای ما عشق و کتاب و گلها را هدیه آورد. به خودم دروغ نگفتم، فکر نکردم لازم باشه. زندگی رو دوست دارم، یه زندگی من بودیم.